به نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه پنجم ماه ثور سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. بیرون شدن شمار زیاد از نمایندگان مجلس از نشست استیضاح مصدوم استانکزی با شکستن نصاب مجلس. خودشان اقرار کرد وکیل صاحبا که رئیس صاحب اطلاع در مورد موضوع کانتیننتال داشت. برگزیده شدن عبدالرحیم نبختیار متهم به آزار وضعیت جنسی یک کارمند سازمان ملل در فهرست رقابت کنندگان سه ریاست کمیسیون مستقل انتخابات. کله چې مونږ مشخص کړی چې کوی دی کې خودو خبره کو هغه نه ښه خبره ده چې نور خلک رخصت کړي همغه صاحب راولي او په درې چوکیو باندې وګماري چې هر ساعت په هرې چوکۍ باندې کار وکړي. جان باختن سه پلیس در منطقه کمپانی شهر کابل در حمله تفنگداران ناشناس. اطمینان وزارت دفاع ملی از به میان آمدن اصلاحات گسترده در رهبری عملیات ها. و انتقاد وزیر امور خارجه ایران از سیاست های عربستان سعودی در منطقه. مشروع خبرها. رئیس امنیت ملی به سادگی از استیضاح مجلس نمایندگان بیرون آمد. ناتوانی مصدوم استانکزی در جلوگیری از افزایش حملات حراس افغانانه در کشور، پرونده سازی برای چهرهای منتقد حکومت، برخوردهای سلیقه‌ای در گماشتن افراد و ترورهای مشکوک کارمندان امنیت ملی در شمار از ولایت‌ها از جمله اتهام‌هایی بودند که پای مصدوم استانکزی را به استیضاح کشانیدند. اما رئیس امنیت ملی از 66 رأی ریخته شده در صندوق ها توانست 44 رأی رد و 19 تایید به دست آورد و ما به علت تکمیل نبودن نصاب لازم در مقامش باقی ماند. مسعود انصار گزارش می‌دهد. بار که نزدیک به 50 تن از اعضای مجلس نمایندگان امضا گرد آوری کردند تا مصدوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی را استیضاح کنند و رئیس مجلس نیز این روند را قانونی می داند، اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان مخالف این روند هستند. یو هفته مخکې د رئیس د امنیت چې تا سره غوښتې او دلته م فیصله کړې چې جواب شوی په هغې چکچک شوی هغه د بې ځای نه وتلی دی. اصلا یک بحث جدی نیست. ما فکر میکنم آقای استانکزی پس دوباره به دفتر خود میره و این بحث ختم کنین بهتر است. که چیرته بیا جنجال کې نه جوړوي بیا یې څوک دلته له چا نه کم هم نه دي او دا غیر قانوني استیضا بیا موږ منوم نه. چې استانکزی صاحب تالار ته را نغلو. اما آقای استانکزی به مجلس می آید و از کارکردهای خودش دفاع می کند و از بازداشت عاملان عمله بر مسجد امام زمان، حمله بر هتل کانتیننتال و نیز بازداشت ده ها حراس افغانی دیگر سخن می زند. ما تانستیم که با یک سند کوچک ردیابی بکنیم و تعداد 8 نفر از کسایی که در حمله اینترکانتیننتال زیردخل بودن اینا را دستگیر بکنیم. یک نفرشان ماندن و دو نفرشان 4 روز پیشتر هم اونا دستگیر شده. خودشان اقرار کرد وکیل صاحبا که رئیس صاحب اطلاع در مورد موضوع کانتیننتال داشت، ولی باز هم امو قضیه به وقوع پیوست و ما دیدیم که چه یک فاجعه بزرگی بود. حالا کجای از اینجا قناعت بخش بود؟ د یاسین په نامه یو د امنیتي ملي رئیس و چې دا موږ نقطو نیوکې پرې کولې، دغه وظیفه یې موږ معلومه کړې وله چې دی هغه طالبان چې د سولې سره یو ځای کېږي دی وژني. رئیس بعضی وکیل صاحبای جدا طالب اینجا هم شماری از مخالفان و موافقان استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی با هم درگیر شدند. سرانجام با گذاشتن صندوق های رای گیری نصاب مجلس می شکند و شماری از نمایندگان مجلس را ترک می کند. در نهایت 66 تن در رای گیری شرکت می کند و در نتیجه 44 رای رد، 19 رای تایید، 2 رای باطل و 1 رای سفید از صندوق می برایند. بر بنیاد اصول داخلی مجلس، نصاب مجلس از میان 232 عضو فعال مجلس باید 117 تن به آقای استانکزی رای منفی می دادند تا سلب صلاحیت می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات در آزمونی که برای گزینش ریاست‌های ولایتی و چند ریاست دیگر در دفتر مرکزی نهاد برگزار کرده است، برای یک شخص 3 کرسی گذاشته است. کمیسیون مستقل انتخابات تایید می‌کند که عبدالرحیم نویختیار که با آزار وضعیت جنسی یک مشاور سازمان ملل نیز متهم است، از سوی کمیته آزمون‌ها نامش در فهرست برگزیدگان 3 ریاست این کمیسیون جا داده شده است. شمار از کسانی که در این آزمون شرکت کردن از شفاف بودن این آزمون نگران هستند و برگزیده شدن یک شخص را به 3 ریاست خلاف قانون می دانند. انیسه شهید گزارش می دهد. کمیسیون مستقل انتخابات آزمونی را از بهر پرساختن کرسی های ریاست های 8 ولایت و 6 ریاست در دفتر مرکزی این نهاد برگزار کرده است. اما شرکت کنندگان این آزمون از ساعت ها انتظار برای آغاز این آزمون انتقاد می کنند. ما خواسته شده بودیم ساعت 9 بجه امروز روز چهارشنبه بود، تا هنوز ساعت 1 بجه یا بیش از 1 بجه است، امتحان هم شروع نشده، معلوم نیست که مشکل چی است. شماری از شرکت کنندگان این آزمون نگران شفافیت این روند هستند، اما حاضر نیستند که در برابر کامره سخن بزنند. اما در اینجا برای عبدالرحیم نوختیار که اکنون سرپرست ریاست ارتباط خارجه است و از سوی سازمان ملل متحد با آزار و اذیت جنسی یک مشاور خارجی زن متهم است، 3 کرسی گذاشته است تا برای به دست آوردن یکی از این ریاست ها در این رقابت ها شرکت کند. برای یک شخص دمی تالار 3 چوکی گذاشته شده و در 3 جای قرار است یادم امتحان بده. نام یادم عبدالرحیم ولد زین العابدین است، یک چوکی در ریاست آموزش های انتخاباتی برش گذاشته شده، یک چوکی در ریاست ارتباط خارجه برایش گذاشته شده و یک چوکی دیگر اینجا برای این شخص در بخش پلان و پالیسی گذاشته شده است. این شخص معلوم نیست در کدام چوکی می نشینه و امتحان می کله چې مونږه مشخص د درې چوکیو د کې خودو خبره کوو، هغه نه خبره ده چې نور خلک رخصت کی همغه صاحب راولي او په درې چوکیو باندې وګماري چې هر ساعت په هر چوکی باندې کار وکړي. بر بنیاد دریافت های نهادهای ناظر بر روند انتخابات، کمیسیون در این آزمون حتی کسانی را شامل امتحان ساخته است که نام هایشان در فهرست نخستین برگزیدگان نبوده است. بعضی افراد بودند که برای چند پست درخواست داده بودند و همزمان برای از وا شارتلست شده بودن. در عین حال ما شاید بودیم که بعض افرادی که در پروسه شارتلست واجد شرایط شناخته نبودن، ولی امروز بهشون چانس داده شده که امتحان اشتراک بکنن. کمیسیون مستقل انتخابات ما هاست که نتوانسته است رئیس دبیرخانه اش را بگمارد و نیز 14 کرسی ریاست های این کمیسیون در ولایت ها از سوی سرپرست ها اداره می شوند. این در حال است که روند ثبت نام های رای دهندگان در شهرها هنوز هم به کندی به پیش می رود. در 11 روز نخست این روند بیشتر از 400 هزار تن در سراسر کشور ثبت نام کردند. کمیسیون مستقل انتخابات حضور مردم را در مراکز ثبت نام قناعت بخش نمی داند. باز این دو تاکید می برزد که روند ثبت نام های رای دهندگان در مرکز ولایت ها تمدید خواهد شد. در این میان شورای علمای شیعه افغانستان از مردم می خواهد که تا امنیت به گونه کامل تامین نشود در روند ثبت نام های رای دهندگان و نیز در انتخابات شرکت نکنند. در این باره کریم امینی گزارش دارد. از آغاز روند ثبت نام های رای دهندگان در مرکز ولایت ها 12 روز می گذرد. در 11 روز نخست این روند 435,376 تن ثبت نام کردند. کابل با بیش از 21,000 ثبت نام شدگان تا کنون در جایگاه نخست قرار دارد. مکانیزم های متعدد برای آگاهی‌دهی شهروندان توسط کمیسیون راه افتاده و پیام ها هنوز هم شکل شاید باید که توقع میره در سراسر مملکت 34 ولایت نرسیده، بنان امیدواری زیاد هست که افزایش پیدا بکنه. در این میان وجود تهدیدهای امنیتی بر مرکزهای ثبت نام های رای دهندگان همچون چالش فراراه این روند باقی است، چنان که شورای علمای شیعی افغانستان پس از حمله خونین بر یک مرکز توزیع شناسنامه در کابل از مردم خواسته است که تا هنگامی که امنیت مرکزهای ثبت نام به گونه کامل تامین نشود، نه ثبت نام کنند و نه هم پای صندوق های رای دهی بروند. ما شرکت در انتخابات را
و شرکت در ثبت نام انتخاباتی را مشروط به این کردیم که یک امنیت اطمینان بخش با اشتراک خود مردم و با نظارت خود مردم وقتی به وجود آمد، در اون صورت مردم باید شرکت کنند. مردم مجبور میشوند برای تأمین امنیت خودشان صلاح بردارند. در اون صورت مسئولیت وضعیت بر عهده حکومت فاسد و نامشروع وحدت ملی است. به چه قیمت میخواهند که مردم برن پای صندوق رای؟ به قیمت جان اونها؟ به چه قیمت میخواهند مشروعیت بدن؟ از میان 7355 مرکز ثبت نام‌های رای دهندگان در کل کشور، در حدود 100 مرکز به علت تهدیدهای امنیتی در مرکزهای ولایت‌ها بسته هستند. ترک عملی تفنگداران ناشناس بر یک پاسگاه پلیس در حوزه 13 شهر کابل سه پلیس جان باختند. باشندگان محل میگویند که این تفنگداران بامداد امروز بر سربازان پاسگاه امنیتی پل کمپانی حمله کردند و پس از کشتن سه پلیس جنگ ابزارهایشان را با خودشان بردند. آنگونه که گواهی رویداد میگن حوالی ساعت 4 صبح امروز شماری از مردان مسلح به دروازه پاسگاه امنیتی آمدند و سپس یکی از نیروهای امنیتی را که در اینجا حضور داشته با شلیک گلوله کشتند و جسد این سرباز در همینجا افتاده بوده. سپس مهاجما یکی از سربازای پلیس این پاسگاه را در اینجا گلوله باران کردند و با جنگ‌افزارهای خود وارد این اتاق شدند و فرمانده این نیروها را که در داخل این اتاق در حال استراحت بوده بر روی بستر خواب گلوله باران کردند. نمی اینجا خواب بودم بچگک چیغ زد گفت بخیر چی گفتین ما گفتم میگه چی شد پایر شد ما صبح خانه آمدیم اینجا لنجرا استاد بود و ما را از پولیس نمیام من میگه دکان را وازده کنید اینجا کدام حادثه شده. شماری از باشندگان این محل حمله مهاجمان را بر این پاسگاه امنیتی نشانه از ناتوانی نهادهای امنیتی پایتخت میدانند. با همه متعجب هستیم که وقتی که داخل شهر کابل به قسم یک وضعیت باشه به قسم ناامنی باشه دیگه از دولت ما چی گله کنیم؟ مقام های امنیتی کابل در این باره چیزی نگفتند، اما مقام ها در وزارت امور داخله این رویداد را تایید می کنند. در این حال یک خبرنگار امروز در شهر کندهار کشته شد. خانواده عبدالمنان ارغند می گوید که او ساعت 9 صبح امروز در بازار یارانه حوزه نهم امنیتی شهر کندهار از سوی تفنگداران آماج قرار گرفت. در این حال خبرنگاران در ولایت کندهار پخش خبرهای مربوط به دولت و مخالفان مصالحه دولت را تحریم کردند و هشدار می دهند تا هنگامی که قاتلان خبرنگار شناسایی نشوند از این تحریم دست نخواهند کشید. عبدالله چکزایی در این باره گزارش فرستاده است. مردان مصالح ناشناس ساعت 9 صبح امروز عبدالمنان ارغند یکی از خبرنگاران محلی را در موترش آماج تیراندازی قرار دادند. دفتر تر روانو نو پرلار که نو د اوزی د ماموریت سره د نیمی هم اوزی نو د غچکان د خواست خوش عادت ورسیدی مکه دی زمور امنیت نیست ساتلای تروغ چه مرش پره اتمنانی سوی نوی بخپلو ما بینزونو کی کامل اتمنانی نوی مرش نور نه د دولت خبرو نخبره ولیسو نه د وستوال مخالیپینو خبرو نخبره ولیسو. فرمانده پلیس ولایت کندهار میگوید که بررسی ها برای شناسایی قاتلان این خبرنگاران آغاز شده. به مطابق که در همکار ملگری و هر خپل خطرونه پر ځان کارله و نور ملګرو ته اسانتیاوی برابر کړي مثلا د جنگ ډیرو خطرناکو ساحو ته بتلی او همدغه خبرونه او خبری مسایل به خپل نور همکارانو سره شریکول. موږ د جګړې هیڅ اړخ نه یو، موږ له هیچا سره جګړه نه کوو، موږ هغه څوک یو چې مې کیمرا او ریکارډر ومنې ډیسک مو وسله ده او دا وسله یوازې دلته د خلکو وطن او ملي ګټو د ژغورنې او ساتنې دپاره استعمالوو. عبدالمنان ارغند 30 سال داشت. از او یک همسر، دو پسر و یک دختر بر جا ماندند. همزمان با آغاز عملیات‌های بهایی، طالبان وزارت دفاع ملی از بمیان آمدن اصلاحات گسترده در رهبری جنگ اطمینان می‌دهد. مابن لوی درستیز می‌گوید که این اصلاحات در این فصل جنگ بمیان خواهد آمد و از توانایی‌های نیروهای دولتی در مهار کردن تهدیدهای مخالفان مصالحه دولت سخن می‌گوید. در این حال بیشتر از 600 کماندو پس از آموزش‌ها امروز وارد میدان‌های جنگ شدند. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید.
ادامه خبر هاست طلو و طلو نیوز. ایران میگوید که سیاست های عربستان سعودی منطقه را با آشوب کشانیدند. وزیر امور خارجه ایران سیاست های عربستان سعودی را به زیان منطقه میداند، اما همزمان بر امکان گفتگوها میان دو طرف تاکید میبرزد. جواد ظریف که امریکا را متحد ریاض میداند از آن سخت انتقاد میکند. این در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که در پشت صحنه هر مشکل در شرق میانه رد پای ایران دیده میشود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی با خبرگزاری اسوسییتد پرس در ایالات متحده سیاست تهران را در برابر عربستان روشن می‌سازد. ما با سعودی ها چیزی نداریم، اما باور ما این است که سیاست های آنان بسیار اشتباه آمیز هستند. به باور ما سیاست های آنان در منطقه آشوب برپا می کنند. اما رئیس جمهور ایالات متحده ایران را عامل بحران‌ها در منطقه می‌داند. فرانسه و ایالات متحده توافق کردند که نمی‌تواند به ایران اجازه داد که به جنگ‌افزارهای هسته‌ای دست یابد، و نیز توافق کردند که ایران باید به پشتیبانی‌اش از آراسبگنی در هر جایی که باشد پایان دهد. در هر جا خاورمیانه در پشت صحنه مشکلات ردپای ایران را می‌بیند. رئیس جمهور امریکا می گوید که واشنگتن و پاریس نمی خواهند نفوذ ایران در منطقه مدیترانه افزایش یابد. ایمانوئل و من در این باره گپ زدیم که نمی خواهیم در مدیترانه به ایران فضای بازتری بدهیم. به ویژه از بر آن که ما این منطقه را به گونه گسترده اداره می کنیم و اداره کرده ایم. این در حال است که وزیر خارجه ایران می گوید که واشنگتن با تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای با این کشور عمل نکرده است. در نشست کشورهای جهان در بروکسل که درباره کمک به سوریه برگزار شده است، شرکت کنندگان بر پشتیبانیشان از این توافقنامه تاکید می‌ورزند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. کشف یک جسد مومیایی در زیارت شاه عبدالعظیم در شهر ری ایران در یکی دو روز اخیر شمار بزرگ از شهروندان ایران را به خود مشغول ساخته است. گفته می شود که این مومیایی جسد رضا شاه اول پادشاه پیشین ایران است که در مصر مومیایی شده بود. آرامگاه رضا شاه اول پس از انقلاب ایران در سال 1357 هجری خورشیدی به دستور دادگاه ویران شده بود. برخی از مقام‌های ایرانی از احتمال انجام آزمایش‌های DNA این جسد خبر دادند. مقام‌های پاکستانی توانستند برای میدان هوایی اسلام آباد نام تازه انتخاب کنند. نام میدان هوایی بی‌نظیر بوتو هفته گذشته از سوی حکومت پاکستان به نام میدان هوایی بین‌المللی اسلام آباد تغییر یافت. اما برخی از جناح‌های سیاسی می‌گویند که برای این میدان هوایی باید نام انتخاب شود که حکومت‌های این کشور بر بنیاد گرایش‌های سیاسیشان نتوانند آن را تغییر دهند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از نارسی‌های بانک جهانی و وزارت مالی افغانستان در مدیریت نادرست 10 میلیارد دلار در این کشور انتقاد می‌کند. در این گزارش این نهاد آمده است که حکومت افغانستان و بانک جهانی در حسابدهی 10 میلیارد دلار کمک‌های جامعه جهانی که در 15 سال گذشته از طریق صندوق بازسازی افغانستان هزینه شده است ناتوان هستند. در این گزارش آمده است که نبود شفافیت در شمار از پروژه هایی که از صندوق بازسازی تمویل شده اند حسابدهی را در این بخش دشوار ساخته است. زبی جهانمل جزئیات را گزارش می دهد. در یکی از گزارش های اخیر بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که بانک جهانی و وزارت مالیه در مدیریت کمک های جامعه جهانی از راه صندوق بازسازی افغانستان به درستی عمل نکردند. در این گزارش آمده است که نبود شفافیت در شماری از پروژه هایی که از سوی این صندوق عملی شدند و مشکلات در پروژه ها از علت هایی هستند که حسابدهی را از هزینه کمک ها در این پروژه ها دشوار ساخته است. اما وزارت مالیه در این باره چنین می گوید. چیزی که پیسه از طریق ERTF ای پیسه مصرف میشه 100% ما حاضر هستیم
که تمام معلومات با هم با مطبوعات و با هم تمام اداراتی که در این رابطه کار میکنن از رستم که معلومات را شریک بسازیم. از سوی بانک جهانی با نشر اعلامیه بسیاری از یافته های این گزارش را واقع بینانه نمیداند. بسیاری از یافته های این گزارش واقع بینانه نبوده، زیرا مکانیزم اداره سیگر هین بررسی تمام ابعاد چگونگی استفاده از منابع صندوق متذکره غرض تمویل پروژه ها مد نظر گرفته نشده است. در همین حال دیدبان شفافیت نیز بر هزینه کمک های مشروط جامعه جهانی برای ثبات در کشور تاکید دارد. د افغانستان د بیا رغونې صندوق مدیریت متاسفانه چې بغیر شفاف ډول باندې د نړیوال بانک لخوا نه ترسره شوی، همدغه راز د افغانستان حکومت دغه پیسې چې د دې صندوق لخوا نه افغانستان حکومت ته ورکړل شوي د دې حساب نشي ورکوی. در گزارش بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که از 10 میلیارد دلار کمک هایی که به صندوق بازسازی افغانستان از سال 2002 میلادی تا کنون شدند، بیش از 3 میلیارد دلار آن از سوی ایالات متحده همچون بزرگترین کشور کمک کننده به این صندوق بوده است. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 70 افغانی و 25 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1075 افغانی، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 586 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. خواهی ملک خوش آمدین. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. علی شاه محمدی به عنوان رئیس فدراسیون ملی قوت رمی برگزیده شد. برای به دست آوردن کرسی ریاست این فدراسیون که علی شاه محمدی و محمد جان خود را نامزد کرده بودند، در پایان آقای محمدی از میان 20 رای با به دست آوردن 17 رای موافق از سوی مجمع عمومی این فدراسیون تا 4 سال آینده به حیث رئیس این فدراسیون انتخاب کردید. در 12 روز از رقابت‌های فوتسال دسته یک شهر کابل صبح امروز دو دیدار برگزار کردید که در نخستین بازی صلح 9-5 مخابرات را شکست داد. جوانان پیروزی نیز 5-7 مغلوب سلسال شد. رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال کابل همه ساله با شرکت 20 تیم از باشگاه‌های مختلف کابل برگزار می‌گردد که در نهایت تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان و لیگ برتر صعود می‌کنند. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.